گفتگوها با طالبان به مرحله تازه وارد شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد که نشانه های برجسته برای گفتگوهای پنهانی میان ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود دارد و این را به عنوان نشانه برجسته از آغاز گفتگوها می داند و می گوید که به زودی نتایج آن روشن خواهد شد. بر بنیاد یافته های این خبرگزاری ایالات متحده آمریکا در بخش از این روند شمار از طالبان زندانی را تسلیم مقام های افغان خواهد کرد. گفته می شود که برخی از اقدام ها برای تشویق طالبان صورت خواهد گرفت تا این گروه حراس افغانی جهانی را نکوهش کند و حاضر به گفتگوهای صد با دولت افغانستان شوند. در همین حال شماری از مقام های آمریکایی گفتند که گفتگوهای پنهانی با طالبان مشمول راهبرد رئیس جمهور اوباما بوده است. اما چرا گفتگوهای پنهانی میان واشنگتن و طالبان؟ چرا پای دولت افغانستان از این میان بیرون کشیده شده است؟ این راهبرد تا چه اندازه عملی خواهد؟ سلام، بیننده کنکاش از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز هستند. آقایان وحید مجده آقای امور سیاسی، شاهگل رضایی عضو مجلس نمایندگان، سالم احمد ریگستانی عضو پیشین مجلس نمایندگان مهمانان برنامه کنونی هستند. مهمانان گرانقدر خوش آمدید. آقای مجده با شما آغاز میکنیم. چرا گفتگوی پنهانی میان واشنگتن و طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون طلو و خدمت دوستان حاضر در میز. عرض کنم که این حرفی را که گفته شده است در روی طرز آمده ای خبر، ما ای را کاملا یک حرف بی اساس می دانم. اصلا مذاکره در حال حاضر بین طالبا و جانب امریکا قطعا در جریان نیست. مسئله برمی گرده و تقریبا دو ماه قبل یا بیشتر از او، زمانی که امریکایی ها با طالبا تماس های برقرار کردند، همچنان فرانسوی ها و کانادایی ها. هدف از این مذاکرات در اون زمان مسئله آزادی گروگان ها یا اسیرایی بود که در دست طالبا بودند. طالبان دو ژورنالیست فرانسوی را آزاد کردند. صحبت ها در مورد آزادی یک کانادایی هم جریان داشت و همچنان با آمریکایی ها مذاکره کردند. صحبت با آمریکایی ها در مورد آزادی یک سرباز آمریکایی بود که در دست طالبا اسیر است. در این مذاکرات جانب طالبان در برابر آزادی سرباز آمریکایی تقاضای خود چنین مطرح کردند که باید تمام زندانیان افغان زندان گوانتانامو، چی طالب چی غیر طالب، فقط افغان باشند، اینا باید آزاد شوند. و جانب آمریکایی ها در ابتدا گفتند که چنین چیز امکان پذیر نیست، اما بعدا به تدریج به نظر میرسه که روی این مسئله آمریکایی ها شاید کار کرده باشند که میخوان زندانیان افغان زندان گوانتانامو را همه را به افغانستان انتقال بدن و به این ترتیب سربازی را که در چنگ طالب اسیر است او را آزاد بکنه. من فکر میکنم تمام مذاکرات در همین حد است. با توجه به شناختی که از طالب ما موجود است، ما به این باور نیستم که اینا مذاکرات مخفی را انجام داده باشند. و اونطوری که رویترز گفته و بعضی خبرگزاری‌های دیگه گفته، با یک مرحله بسیار حساس و سرنوشت ساز رسیده چنین چیزی را ما به این نشانه ای از اینکه رئیس جمهور افغانستان در این مورد موضع‌گیری در واقع حکومت افغانستان داشت که میشه این دفتر سیاسی در عربستان سعودی و ترکیه باشه، به معنی چی است؟ فکر نمی‌کنید که حکومت افغانستان به نحو میدونه که مذاکرات صورت گرفته است؟ نه خیر، این مسئله چیز دیگه است. جریان از این قرار است که البته در ماه می امسال بود که موضوع یک دفتر برای طالبان در قطر توسط آمریکایی‌ها هم مورد تایید قرار گرفت. توسط آمریکایی‌ها؟ بله، آمریکایی‌ها هم تایید کرد. آمریکایی‌ها هم تایید کردند که این دفتر در قطر باید باشه. البته قبل از او صحبت‌هایی که دولت افغانستان با ترکیه داشتن و عبدالله گل و همچنان با اردوغان، اونا آمادگی خود برای ساختن یک دفتر، برای گشایش یک دفتر در انقره برای طالبان ابراز کرده بودند، اما طالبان به جواب مثبت ندادن و بعد از او موضوع عربستان سعودی و همچنان قطر مطرح شد. از جانب دولت افغانستان، قطر یک کشور مرموزی است که تاکنون مذاکرات در او کشور صورت گرفته و دولت افغانستان در جریان قرار نداشت. مذاکرات بین کیها؟ مذاکراتی که در رابطه با آزادی اسیران که پیشتر گفتم صورت گرفته و قبل از او با کایدی هم مذاکراتی که صورت گرفته گفته میشه که هم در امارات بوده و هم در قطر. این مذاکرات روی چی موضوع بوده؟ موضوعی
که آقای کایدی البته در سال 2009 در آخر سال 2009 با طالبان مذاکرات داشته و جریاناتش در رابطه با مسائل مربوط به صلح بوده و اما با دستگیری مولا برادر و جریان قطع شد. بله سپاس آقای ریگستانی، فکر میکنید آنچه که روی ترس عنوان کرده است چیزی بوده است که بر بنیاد یک اصلیت سنت ها نبوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکرات بوده، ببخشید تماس ها بوده و مذاکرات چنانچه آقای مجده گفتن در رابطه با آزادی یک سرباز آمریکایی صورت گرفته و از طرف ملا عمر سیطایی بقا که یک شخص نزدیک به واسطه مذاکرات اشتراک داشته و چند باری مذاکرات در آلمان و کشورهای دیگه هم صورت گرفته، اما مذاکرات در رابطه با صلح صورت نگرفته و پیشرفت در همین قسمت پیشرفت های صورت گرفته که این تقاضای اونا بوده که باید یک نوع وجه سیاسی بر از اونا داده شود و مسئولیت باید بر از اونا برای مذاکرات داده شود و به من خاطرم بود که عکس العمل دولت افغانستان در رابطه با بازگشایی یک دفتر برای طالبان در قطر منفی بود. حالا آقای ریگستانی سوال در همین جا هست، زمانی که پیشتر از این چنین مورد از سوی آمریکایی ها و یا آلمانی ها دنبال نشده باشه، چرا حکومت افغانستان برای مخالفت بکنه با ایجاد دفتر در قطر؟ سوال در همینجا است. به خاطری که دولت افغانستان قبلا هم اعلان کرده بود که طرفدار زیست که یک دفتر در سعودی یا در ترکیه باشه. پس پیش برد مقدماتی ایجاد دفتر سیاسی طالبان در چه کسی به عهده داشته؟ این دولت افغانستان وقتی که مذاکرات به قسمت رسید اطلاع داشت، به خاطر از اینکه مذاکرات سال نه خیر مذاکرات حالا بس مذاکرات صلح هست بیشتر دولت افغانستان بعداً در جریان قرار دارن که بس روی روی آزادی سرباز آمریکایی بوده و مذاکرات صلح، یعنی این به عنوان تماس ها با طالبان اونا اعلان کردن. به همین خاطر هم بود که وقتی دفتر در قطر میگشودن حکومت افغانستان علاقه داشت در ترکیه و سعودی باشه، به خاطر که قبلا هم رئیس جمهور افغانستان تقاضا را از کشورها کرده بود که در رابطه با صلح با طالبان همکاری کنن، لیکن آمریکا میخواستن که بر اشراف بیشتر برای پروسه داشته باشن. به اون خاطر اینا در یکی از اشراف در چی پروسه؟ حالا آقای ریگستانی شما در حال ذکر میکنید که گفتگوها یا تماسهایی که در واقع صورت گرفته است بیشتر بر اثر تبادل اسرا بوده است، نه بحث گفتگوهای صلح. پس حکومت افغانستان پافشاریش به مبنای چی است؟ ببینید شما که مذاکرات یا تماسهایی که با طالبان از طرف آمریکا گرفته شده و چرا دولت افغانستان در جریان قرار داده نشده، به خاطر اینکه موضوع فعلا به نفع خود از اونا بود. نه سوال دمی جاست، حالا از یک جهت شما میگید مذاکرات صورت نگرفته، از طرف دیگه میگید که مذاکراتی که صورت گرفته از توسط آمریکایی ها با طالبان، در مذاکرات در رابطه با مصالحه صورت نگرفته. گویا آمریکایی ها میخواهند در این مرحله که تماس با طالبان بیشتر شده و سید طیب آقا این مسئولیت پیدا کرده که بارها با آلمان سفر کنه و با کشورهای دیگه سفر کنه با آمریکایی ها ببینه، اینا خواستن که حالا این آغاز یک پروسه برای مصالحه هم باشه. یعنی اصلا مذاکرات تا جایی که ما اطلاع داریم به خاطر آزادی سرباز آمریکایی صورت گرفته، بله، نه به خاطر مصالحه. آقای یوسفزای سلام بر شما. علیکم سلام. آقای یوسفزای چنانچه شما در جریان هستید، روی طرز از گفتگوهای پنهانی میان ایالات متحده آمریکا و طالبان ذکر کرده است، دید شما در این مورد چگونه است؟ زمان خود اطلاع داشت دا طالبان چې دی خو مخکې ویلي وو چې مونږ افغانستان کې دفتر غواړو، مونږ په درېیم هېواد کې په خارج کې دفتر نه غواړو. دا د دوی نظر و، نو اوس زه فکر نه کوم چې دوی اوس دې خبرې نه انکار کولی شي، ځکه چې مخکې ترکیه هم ویلي وو، ترکمنستان هم ویلي وو، سعودي عرب هم خواهش کړی وو، دوبۍ هم انکار نه کوو چې هلته کې طالبانو دفتر خلاصولی شي. خو زه فکر کوم چې اوس سب طالبان مشران په قطر کې مخکې نه موجود دي. طیب آغا شهاب الدین دلاور دا طالبان مشران په قطر کې شته، څو میاشتې وشوې هلته دوی ملاقاتونه هم کړي امریکایانو سره، د المان حکومت چارواکو سره هم ملاقات کړي. نو زه فکر کوم چې غیر رسمي دفتر خو مخکې نه په قطر کې طالبانو موجود دي. بله ممکن ده چې دوی له یو رسمي شکل ورکړي او طالبان دې خبرې ته حاضر شید. آقای یوسفزای معلوماتی که شما از قطر دارید، این دفتر و یا تماسایی که شما ذکر میکنید بیشتر مبنایش چی بوده؟ این گفتگوها بیشتر بر چه محوری میچرخیده؟ بله به نظر میرسد تماس آقای
رحیم الله یوسفزای خبرنگار پاکستانی قطع شد. خانم رضایی سوال به میان میاد، حالا آقای یوسفزای اشاره کردن نسبت به اینکه این تماس ها بوده و به گونه غیر مستقیمی این دفتر هم در قطر وجود داشته و مذاکرات بین آمریکایی ها و طالبان صورت گرفته است، با اینکه تماس قطع شد جزئیات بیشتر را دریافت نکردیم که مذاکرات مبنای چی بوده، برداشت شما از صحبت ها چی بود؟ ما برداشت می بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت تمامی بیننده های محترم. ما برداشت می که مثل که چند وقت پیش در مطبوعات افغانستان هم انعکاس یافت، یک سری مذاکرات میان آمریکا و یک تعداد از نماینده های تحت عنوان نماینده های طالبان این مذاکرات صورت گرفته. شاید یک بخشی از گفتگوها بر بگرده به مسائل مربوط به تبادله اسرا و مسائل دیگه، ولی ما باور می که حساسیت دولت افغانستان و واکنش دولت افغانستان در قبال این مسئله دقیقاً بیانگریه که در این مذاکرات شاید چگونگی مذاکرات صلح و یا شاید توافقات پنهانی که روی ترس به او اشاره داشته، شاید توافقات پنهانی و یا به شکل گفتگوهای پنهانی وجود داشته باشه. من فکر کنم چند وقت پیش هم در مطبوعات افغانستان انتشار یافت که وقتی که سید طیب آقا با مقامات کشورهای بیرونی مذاکره داشت و بعد از او سر و صداها به شکل غیر رسمی و به شکل غیر علنی افشا شد، همگی بیانگریه که گپای در جریان ماهای گذشته میان یک تعداد کشورهای خارجی و یک تعداد از مقامات طالبا روی بحث بوده یک توافقات به چه شکل رسیده، شاید جزئیات از زیاد با آن کالا بیشتر روی توافقات روی ترس هم اشاره نکرده است. اما فکر میکنید برخلاف دیدگاه های آقای مژده و آقای ریگستانی، شما به این باور هستند که تماس ها بخش از این تماس ها بخش بیشتری تماس ها بر روند مذاکره با طالبان بوده است، چرا ایالات متحده آمریکا نخواسته از حکومت افغانستان در جریان بگذارد؟ ما به این باور هستم که چیزی که در افغانستان هم رواج شده و کشورهای خارجی هم به یک شکل میخواهد اینجا نقش داشته باشه اینه که در بحث مذاکره با طالبا هر کس میخواهد پیش دستر عمل کنه. معلوم دار همزمان پروسه های موازی پیش میرفت، از یک طرف شورای عالی صلح در افغانستان ایجاد شد و جرگه مشورتی صلح که پیامد جرگه مشورتی صلح شورای عالی صلح بود، همزمان با این وقتی که احتمال داره که یک از احتمالات ای باشه که همزمان با این وقت پروسه های مذاکره در افغانستان به صورت جدی پیش نرفت، شاید یکی از گزینه هایی را که دیگرها در نظر داشته باشه ای باشه که گفتگوهای به صورت غیر مرئی با مقامات طالبان داشته باشه تا نتیجه و پیامد از این هر چه زودتر به منفعت کشورهای حاضر در افغانستان باشه. سپاس. آقای یوسفزای، بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین خانم رضایی. از این جهت من فکر نم که یک بخش یعنی آمریکا به میل نبوده که در ضمن مذاکره روی تبادله اسرا سر مسئله ثبات در افغانستان و یا سر موزلی که تحت عنوان تروریسم در افغانستان و مشکل طالبان در افغانستان وجود داره گام های در ارتباط هم برداره. پس نگرانی حکومت افغانستان چی است؟ من فکر کنم افغانستان مردم دولت افغانستان نگران از این بوده که اول در محوریت مباحث مربوط به افغانستان باید افغانستان قرار داشته باشه و دوم پیش دولت افغانستان شاید ناروشن بوده که در جریان مذاکرات چی چیزی قراره به عنوان بهای صلح پرداخته شود. از این جهت دولت افغانستان تلاش همیشه بری بوده و یک تلاش بر حق و قانونی و حق مشروع دولت افغانستان است که در مباحث مربوط به صلح و ثبات در افغانستان در محوریت مباحث قرار داشته باشد. بله و حساسیت دقیقاً از همین نقطه نشأت میگیره. مجد امروز روزنامه همت چاپ پاکستان هم به این موضوع اشاره کرده است، گفته است که این گفتگوهای پنهانی نتیجه در پی نخواهد داشت و آمریکایی ها باید بیشتر با نماینده های واقعی طالبان گفتگو بکنند. فکر میکنید این نماینده های واقعی طالبان کی ها هستند؟ ببینید کسانی که در قطر هستند و از مدت به این طرف در قطر بودند، خود طیب آقا هم بوده، مولوی صاحب شهاب‌الدین دلاور بوده و همچنان آقای سهیل شاهین بوده، اینا کسانی هستند که مورد اعتماد رهبری طالبا هستند، اینا در اونجا بودن، در این شکی نیست. اما اگر واقعا همونطوری که میگن، همونطوری که رویترز ادعا کرده این مذاکرات به نتیجه منتج شده باشه، این به این معنا هست که آمریکایی‌ها به صورت کامل از افغانستان بیرون میشن و این حرفایی که گفته میشه که آمریکایی‌ها میخوان بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانن، این حرفات کاملا به اساس خواهد بود. رویترز بیشتر به این اشاره نکرده است که نتیجه در پی داشت، گفته است نزدیک به نتایج است، یعنی آمریکایی‌ها در پی ازی هستند تا در قبال ازی که
طالبان با گروه های تندرو جهانی ببرند و بر روند صلح به حکومت افغانستان حاضر شوند، یک تعداد اسرا را تحویل حکومت افغانستان بکنند از گوانتانامو؟ نه خیر، اینا اسرایی که آزاد میشن بیشتر در رابطه با ما یک سرباز است، سربازی که در دست طالبان اسیر است و او آزاد خواهد شد، در برابرش زندانیان زندان گوانتانامو، زندانیان افغان آزاد میشن. آزادی را ذکر نکردن آقای مجتبی؟ اونا ذکر نکردن، اما اصل قضیه همین است. اون چیزی که رویترز گفته گپای مبهمی را گفتن اینا و بعض نشریات دیگه هم که گفتن فقط گپای مبهم گفتن، اصل قضیه همی است که اصلا چنین چیز امکان نداره. اما پیشنهادی را که امریکایی ها کردن در تقریبا 3 ماه پیش، پیشنهادی را که در زمان مذاکره در مورد آزادی یک اسیر امریکایی کردن ای بود که اونا گفتن که ما حاضر هستیم با شما مذاکراتی را در رابطه با صلح انجام بدیم و دو گزینه را برای طالبان پیشنهاد کرده بودن. اونطوری که من با طالبان در تماس شدم و اونا بعضی کسا هم این گپ گفتن که دو گزینه از جانب امریکا پیشنهاد شده بود، یکی از اون این بود که طالبان بیاین و با دولت افغانستان بپیوندن، همونطوری که گفته شده تروریسم تقبیح بکنن و دست از مبارزه بردارن، از جنگ بردارن. اگر این کار قبول نمیکنن طالبان، پس در عموم مناطقی که تحت کنترل خودشان است در اونجا حکومت خود داشته باشن. و این کار البته کار موقتی برای طالبان گفته شده، کار موقتی است برای 2-3 سال و 2-3 سال بعد در یک رفراندوم مردم افغانستان تعیین میکنن که کدام نوع حکومت میخوان. اما طالبان به صورت کلی رد کردن و گفتن که چنین ما در رابطه با صلح با شما هیچ حرفی نداریم، تا زمانی که سربازان خارجی در افغانستان هستن ما میجنگیم و وقتی که شما حاضر شوید از افغانستان خارج شوید به صورت میشه که روی مسائل صلح صحبت. شما میدونید هر از چند گاه خبرهای منتشر میشه مبنی بر این که طالبان بیشتر مشتاق مذاکره با آمریکایی ها هستن نه حکومت افغانستان. بله، طالبان موقفشان همی است که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنیم. با آمریکایی ها مذاکره میکنن. بله، به خاطر اینکه دولت افغانستان توانی را نداره که زندانیانشان از زندان گوانتانامو آزاد کنه یا سربازان خارجی را از افغانستان بیرون کنه یا مثلا نام رهبرانشان از لیست سیاه بیرون کنه. بله. روی چی طالبان میخوان با حکومت ایالات متحده آمریکا مذاکره کنن؟ به خاطر اینکه حکومت ایالات متحده آمریکا میتونه که نام سرانشان از لیست سیاه بیرون کنه، میتونه زندانیانشان از گوانتانامو آزاد کنه و میتونه که آن شرکت طالبان میخوان، یعنی نیروهایشان نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، این کارا رو آمریکا میتونه، دولت افغانستان فکر میکنه. حالا اگر آمریکایی ها بیشتر و دو موردی که رویترز هم اشاره کرده است و بیشتر از این هم شاهد بودیم و در واقع حذف نام سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل و یا هم گفته میشه که حالا تعویض کردن زندانیان گوانتانامو به کابل به مفهوم از این است که به توافق رسیده باشه طالبان با آمریکا، اصلی در خروج نیروهای خارجی است. اگر آمریکایی ها به این توافق رسیده باشن، همونطور که ملا برادر چند سال پیش گفته بود که اگر آمریکایی ها میخوان به صورت کامل از افغانستان خارج شوند ما حاضر هستیم راه مسئول برشان نشان بدیم، اگر چنین چیزی توافقی صورت گرفته باشه به این معنا است که آمریکایی ها قصد خروج از افغانستان بعد از سال 2014 دارن به صورت کامل و افغانستان. خب آمریکایی ها گفتن که خارج میشیم از افغانستان به صورت کامل خارج میشن، همونطور گفتن موارد را که اشاره کردن تا زمانی که نیاز باشه، البته حضور خود را گفتن، حضور هم بیشتر نقش آموزشی بوده. قرینه این موضوع میرساند به این که آمریکایی ها زمانی که عراق را ترک کردن به مفهوم از این است که افغانستان را هم ترک خواهند گفت. بله، اگر چنین چیزی شده باشه، یعنی به طالبان اینا گفته باشن که ما در سال 2014 به صورت کامل افغانستان را ترک میکنیم و شما بیاین یک حکومت بسازین با دیگرا و افغانستان، ما از افغانستان مطمئن شیم، از افغانستان خارج میشیم، در اون صورت امکانش هست که چنین چیزی شده. آقای ریگستانی، نفس این مذاکره در چگونگی ماهیت مذاکراتی که بین طالبان، حکومت افغانستان و یا حتی ایالات متحده آمریکا وجود داشته باشه، آیا واقعا سال در افغانستان تمام خواهد یافت؟ من فکر نمی کنم که صلح به زودی به دست بیاید، به خاطر اینکه صلح یک پروسه بسیار طولانی است و ما در آغاز دشواریش می بینیم که حتی یک دفتری که هنوز رسمی نیست ایجاد میشه و دولت افغانستان عکس العملشان حتی با خروج آمریکایی ها چون که خروج آمریکایی ها مشروط به ایست که طالبان بیان یک پروسه سیاسی داخل شوند، صلاح خود بر زمین بگذارند و اونا قانون اساسی رو بپذیرند، رعایت حقوق بشر کنند، مشخصا حقوق زنان را. شرایط زیادی وجود داره. من می خوام یک نکته دیگه برای شما بگم. بفرمایید. ببینید، طالبان سال 2014 را سال پیروزی خودشان میدانند. اونا موفق شدند که 47 کشور جهان شکست بدن و ایران هم اگه میپذیره که نیروهای بین المللی در افغانستان موفق نشدن طالبان شکست بدن. پس از نظر من استراتژی آمریکا فعلا نیست که نتونستن طالبان شکست بدن و نمیگذارن طالبان پیروز شه. در این صورت حالت بنبست به وجود میاد که بحث مذاکره مطرح میشه و این شاید یک نقطه آغاز برازو باشه. اما اگر ما اینو فکر کنیم که سال 2014 بعد از این به دلایل زیاد
به نظر من منطقی به نظر نمیرسه. اگر صلح هم به وجود بیاد بعد از سال 2014 ما باید دیر منتظر باشیم، چون طالبا بعد از سال 2014 یا پاکستان که حامی اصلیشان هستند نو فکر میکنن که بعد از سال 2014 در موقعیت قوی تر از امروز قرار می داشته باشند. بنابراین از نقطه نظر تجربه و نقطه منطق سیاسی آدم سر میز مذاکره باید قوی باشه و طالبا بعد از سال 2014 خود قوی تر احساس میکنن که می باشند. پس چرا باید این مرحله حاضرشان که مذاکره کنن و چرا وقتی که نو پشت دروازه قصر ریاست جمهوری رسیدن تازه بین سالای خود بعد از حکومت افغانستان بتن؟ من فکر میکنم که هنوز وقت زیاد به موضوع صلح مانده. بگذارید یک مقدار جلوتر نسبت به 2014 صحبت کنیم. فکر میکنید با خروج نیروهای آمریکایی و آنچه را که آقای مژده هم اشاره کردن، حذف نام سران طالبان و رهایی طالبان از زندان گوانتانامو به مفهوم تعمیم صلح در افغانستان خواهد بود؟ به هیچ صورت. اگر چرا؟ یک سرباز آمریکایی از زندان طالبان آزاد شود به کجا صلح به وجود میاد؟ نه، اما بحث رهایی سران طالبان از گوانتانامو به هیچ صورت، به خاطر از اینکه طالبان به نظر من یک نیروی مستقلی که خودشان در این مورد تصمیم میگیرند نیستند و اونها بدون اراده پاکستان تصمیم گرفتن میتونن. از طرف دیگه چیزی که بسیار مهمتر از اوست، مذاکره در زمان صورت باید بگیره که طالبان از پیروزی در آینده نزدیک یا دور باید مایوس شده باشند، در حالی که طالبان سال 2014 را یک بخش مهمی از پیروزی خود میدانند. چطور میشه که در این حالت ما انتظار داشته باشیم که طالبان بیان سلاح خود به زمین میگذارن و یک پروسه سیاسی داخل میشن و معلوم نیست که چی امتیاز اونجا به دست میارن؟ فکر میکنید که طالبان بالاخره امتیاز سیاسی را که شما حتی پس از 2014 بیشتر محتمل میدونید تا به عنوان یک طرف قوت حضور بیابند چی خواهد بود؟ به نظر من آمریکایی‌ها باقی میمونند، نیروهای اصلیشون خارج میشه و من فکر میکنم پایگاهی در قندار، در مزار شریف، در کابل و در هرات و در شندن باقی میمونه، چون که اونا میفهمند که طالبان شکست ندادن و اگر سال 2014 کاملا نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند و هنوز معلوم نیست که نیروهای امنیتی ما چقدر میتونن که از افغانستان دفاع کنن، در اون صورت اوضاع از کنترل خارج میشه و میتونه افغانستان به دهه گذشته برگشت کنه. من فکر میکنم که نیروهای آمریکایی در اینجا باقی میمونن تا از پیروزی طالبان یا تسلطشون برای قسمتی از جغرافیای افغانستان جلوگیری کنن و یک حالت بنبست یا یک جنگ طولانی را به وجود بیارن که او شرایط برای یک مذاکره که با صلح بیانجامه باید آماده بسازه. بله، سپاس. خانم رضایی، بیشتر نهادهای جامعه مدنی امروز هم در خبر شما شنیدید نگران نسبت به چگونگی مذاکرات و با طالبان بودن، این نگرانی ناشی از چی است؟ ما فکر نم نگرانی دلایل مختلف میتونه داشته باشه. اولین نگرانی که هر شهروند افغانستان میتونه داشته باشه در اواخر بحث ایجاد دفتر سیاسی در قطر، اولا چیزی که مشکل آفرین بوده و نگران کننده بوده برای مردم افغانستانی که هم جانب آمریکا و جامعه جهانی و هم جانب دولت افغانستان در بحث مذاکره با طالبان با یک دید بسیار خوشبینانه وارد شده. طالبان را من نمیفهم تعریف دولت افغانستان و تعریف جامعه جهانی از طالبان چیه؟ خب چی تعریف نمیشه در روند باشن؟ سیاسی از دید شما بیشتر خوشبینانه گفته، نمیشه با یک دید بدبینانه به این مذاکرات دید؟ ما نمیخوایم بدبینانه بینگرم، ولی میخوایم که خزینه های مردم افغانستان، خزینه هایی که به نام مردم افغانستان در مسیر نباید صرف شوه که پیامد از جریان یک پیامد ملموس برای مردم افغانستان نباشه. مهمترین بحث اینه، مهمترین بحث اینه که پروسه صلح در افغانستان زمان موفق خواهد بود که اولا از دید دولت افغانستان و جامعه جهانی طالبان چی تعریف میتونه داشته باشه. ایجاد نمایندگی سیاسی در قطر شاید ممکنه صدای مخالف را کس نشنواله. ما میخوایم این حیث یک مسئولیت بیان کنم که در مجموع ایجاد دفتر سیاسی چی در قطر و چی در کشورهای دیگه غیر از افغانستان به مفهوم پذیرفتن طالبان به عنوان یک نهاد موازی با دولت افغانستان، یک گروه موازی با دولت افغانستان، یک در چه حالت میتونه دفتر سیاسی ایجاد شوه؟ معلوم دار دولت ها فقط صلاحیت ایجاد دفترهای سیاسی یا نمایندگی های سیاسی را در کشورهای دیگه داره. از این جهت که نهادهای جامعه مدنی زمانی که نگران پروسه صلح دلایل متعدد میتونه داشته باشه. اولین دلیل اینه که وقتی مذاکرات به صورت تعریف ناشده پیش میره، جریان مذاکرات و مکانیزم های مذاکره با طالبان مشخص نیه و با یک طرفی که باید مذاکره صورت بگیره طالبان به عنوان نیروهای مخالف مسلح نظام افغانستانه یا به عنوان یک گروه سیاسی که میتونه در درون افغانستان دفتر داشته باشه یا به عنوان یک نهاد موازی با دولت افغانستان. بله، خانم رضایی، بگذارید اشاره بکنم، فکر میکنید چه راه حل پس میتونه
نتیجه بخش باشه برای تعمیم صلح در افغانستان، بالاخره چه کار باید صورت بگیره؟ ما قبلا هم در مباحث این موضوع یادآوری کردم که تا وقتی که دیدگاه ها روشن نباشه، تا وقتی که ما نفهمیم که طالب چیه، طالب یک گروه سیاسی که در درون افغانستان به او اجازه دفتر باز کردن داره مثل احزاب سیاسی دیگه، یا اپوزیسیون سیاسی دولت، یا طالب نیرویی که با او باید جنگید، یا طالب کسایی هست که از پاکستان نشأت میگیره و برای افغانستان مشکل آفرینی. طالب یک گروه سیاسی است، طالب یک گروه جنگی است، یا طالب گروهی است که بیشتر از سوی پاکستان حمایت می شود؟ آقای وحید مژده پس از میان برنامه کوتاه پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید بیننده کنکاش از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز است. طالبان گروه سیاسی، جنگجو یا حمایت شونده از سوی پاکستان؟ آقای مژده؟ بله، طالبان بدون تردید گروه جنگی و سیاسی هر دو هستند، چنانچه هر گروهی که می جنگه بالاخره یک هدف سیاسی را دنبال می کنه. جنگ به خاطر جنگ نیست، بلکه به خاطر اهداف سیاسی هم هست و بنابراین نمی توان گفت که طالبان فقط صرفا یک گروه نظامی هستند و هیچ برنامه سیاسی ندارند. منتها یک مشکلی که طالبان دارن این است که برنامه های سیاسی خود را به صورت روشن بیان نکردن. به عنوان مثال، ما روشن ترین حرفی را که از طالبان شنیدم در یکی از اعلامیه‌های اخیرشان در رابطه با عید بود که ملا محمد عمر از یک طرف گفته بود که ما حاضر هستیم در داخل افغانستان با تمام گروه‌ها، نه با دولت افغانستان بلکه با گروه‌های بی‌طرف که در اونجا هستن، مذاکره بکنیم، و در عین حال آقای مژده بگذارید روشن‌تر شود این گروه‌های بی‌طرف کیا هستن. خب شما بگذارید که من فقط اونا رو بگم. با گروه‌های بی‌طرفی که در داخل افغانستان هستن و وابسته با آمریکا نیستن با اونا مذاکره کنیم، اما با دولت افغانستان اینا قصد مذاکره را نداریم. این گروه های بی‌طرفی که اینا میگن شاید منظورشان بعضی از احزاب سیاسی باشه، اما در پایان گپ میگن که در حالی که از یک طرف ادعا میکنن که میخوان در تقسیم قدرت شریک باشن، از طرف دیگه میگن که امارت اسلامی افغانستان، و اینا وقتی که میگن امارت اسلامی افغانستان به این معنا است که اینا پیش از پیش یک پیشداوری در مورد آینده افغانستان دارن که در افغانستان باید امارت اسلامی مستقر باشه. از این سبب این برنامه خودش یک نوع تناقض نشان میده که اینا آیا طرفداری هستند که به رأی مردم مراجعه شه و که مردم کدام نوع حکومت میخوان، یا ای که خودشان پیش از پیش در ذهنشان است که امارت اسلامی باید در افغانستان مستقر شود. آنچه که ما احساس میکنم این است که طالبان فکر میکنند تا سال 2014 امریکا به صورت کامل شکست میخوره، در سر تا سر دنیا شکست میخوره و یک مرحله جدیدی در دنیا به وجود میآید، یک مرحله نوی که اینا انتظار دارن که در اونجا قطب‌های قدرت تغییر میکنه، یا ای که ابر قدرت‌های دیگه به میدان میان و از دنیا از حالت یک قطبی خارج میشه. بله، شناختی که شما از طالبان دارید مشخص‌تر فکر میکنید طالبان در پی براندازی نظام کنونی افغانستان هستن یا میخواهند جزء از حکومت افغانستان باشن؟ نه خیر، این نظام اونا به هیچ صورت قبول ندارن. اونا به این باور هستن که این نظام در حقیقت جانشین با زور یا با نیروی خارجی در برابر نظام اسلامی که اونا بر مستقر کرده بودن هست. بنابراین این نظام یک نظام مشروع نیست، با نظام مشروع صحبت کردن خودش گناه است از نظر اونا. بنابراین این نظام قطعا اونا پس فکر میکنند مذاکره یعنی چی؟ مذاکره با آمریکا. ما پیشتر هم گفتم مذاکره اینا تا به حال را با آمریکا. یعنی مشکل طالبان بالاخره کی هست؟ ببینید، این مشکلی را که طالبان، این اشتباهی را که امروز ما می‌بینیم طالبان میکنن، مجاهدین قبلا کرده بودند. و این معنا که گفتن ما با روسا مذاکره نمی‌کنیم، مذاکره می‌کنیم با دکتر نجیب الله نمی‌کنیم. در حقیقت یک بار دیگه تاریخ تکرار میشه و ما اشتباهات گذشته تکرار میشه متأسفانه در افغانستان. اما نتیجه این کار این میشه که بالاخره آمریکایی‌ها شاید مجبور شون از افغانستان خارج شون، اما آمریکایی‌ها هم به این باور هستند که باید قبل از خارج شدن از افغانستان در این کشور یک نظامی بیاید که وقتی که اینا میرن از اون مطمئن باشن، شاید در امیت باشه. آقای بگذارید مشخص‌تر سوال بپرسم. زمانی که طالبان بیشتر مشکل در این است که این نظام دست نشانده آمریکایی‌ها است و در پی از این هستند که با آمریکا مذاکره کنن، خواست طالبان چی است؟ اگر خروج نیروهای خارجی از افغانستان باشه، پس جای برای براندازی نظام وجود نداره، چیزی که شما عنوان میکنید. خروج نیروهای خارجی به معنای براندازی نظام هست از نظر طالبان. طالبان به این باور هستند که زمانی که آمریکا از افغانستان خارج میشه دیگه چیزی به نام نظام در اینجا باقی نمیمونه. پس مذاکرات به معنی چی است؟ مذاکرات به این معنا هست که طالبان میخوان که با همون چیزی که خودشان میگن که باید کاملا اشغال در افغانستان به پایان برسه. خب اشغال زمانی که سوال در اینجا، زمانی که اشغال به پایان برسه به باور طالبان و آمریکایی ها از افغانستان خارج شوند، پس بحث براندازی نظام در کجا جا داره؟
خب طبیعی است که دیگه معنایش این است که طالبان مسلط میشن، اونا با این باور هستن و جنگ به خاطر همین است که اونا میگن که آمریکایی‌ها باید به صورت کامل از افغانستان خارج شوند و در حقیقت به معنای یعنی آمریکایی‌ها افغانستان رها بکنن تا طالبان نظام را براندازن. مذاکرات بر سر همین است. تا کنون اینمی گپ بوده. تا به حال را نظر آقای رگستانی چقدر منطق برای ازی وجود داره که زمانی که طالبان عنوان میکنن که مذاکره و مذاکره ای که آقای مجدی اشاره میکنن بیشتر برای ازی است که آمریکایی‌ها اشغالگر هستند افغانستان را رها بکنن و پس از طالبان در پای ازی میشن تا نظام را براندازن؟ در مورد هدف سیاسی یا هدف اصلی طالبان باید هیچ کس شک نداشته باشه که هدفشون براندازی نظام است. در مرحله اول شکست دادن نیروهای خارجی و وار مجبور به خروج از افغانستان و بعد از او تسلط سیاسی بر افغانستان، یعنی هدفشون گرفتن قدرت سیاسی در افغانستان است و مطلقا نظام موجود را غیر اسلامی میدونن و امیره به مو خاطرم جهاد توجیه میکنن. در این مورد باید هیچ کسی شک و شبهه نداشته باشه که اگر توانشون برسه اونا حکومت موجود برمیاندازن و همو امارات اسلامی و همو ملا عمر و همو تکرار سریال گذشته است. اما ما در مورد مذاکرات میخوایم برای شما بگویم که اصلا هیچ نوع مذاکرات صادقانه وجود نداره. هدف از مذاکرات فعلی که پاکستان ها پشت سر هستن دفع الوقت است. طالبان میفهمن که سال 2014 سال یک تحول بسیار مهم در افغانستان است که یا کاملا بر افغانستان مسلط میشن یا بر بخش از افغانستان مسلط میشن که قدم اولیه حساب میشه. بناهن تا او وقت اینا به عنوان مذاکرات و به عنوان گفتگو و به عنوان تماس اینا دفع الوقت میکنن و فکر یک مذاکرات صادقانه نیستن. و اگر ما هم به جای طالبان یا پاکستان باشم، مثل گذشته که با حکومت مجاهدین شد، مذاکراتم کاذبانه و جنگم صادقانه خواهد بود. بله، با این سو فکر میکنید که این همه چیزهایی که به مفهوم مذاکره با طالبان مطرح میشه ترفند بیش نیست؟ کاملا ترفند است. به خاطر اینکه همین لحظه شما ببینید، یک مثال بسیار خوب براتون میگم. کسی که مسئول مذاکره با طالبان طالب بوده سید طیب آقاست، با عمر ما شخصا نمیشناسم و یکی از اشخاص نزدیک به طالبان است. اما کسی که با آقای کرزی در حال مذاکره است به عنوان طالبان معتصم آقاجان است و ما اطلاع یافتم امروز که معتصم آقاجان زخمی است و در کابل است و قرار است گروه به ترکیه به خاطر تداعی روان کنه. و در این زمان میبینید که یک پاکستان که پشت بازی اصلی صحنه است معتصم آقاجان میفرسته و او از مدت زیاد است که با آقای کرزی و آقای قیوم کرزی و اینا تماس داشته، از این طریق مذاکره و نمایندگی طالبان انجام میده و او طرف دیگه سید طیب آقا از طریق با آمریکا و قطر و آلمان. حتی در حالی که آقای کرزی در اجلاس بن اشتراک داشت، سید طیب آقا در حاشیه مجلس در آلمان بود. بله، فکر میکنید که این دو دستگی در رهبری طالبان است یا این هم ترفند است؟ به این صورت بازیگر اصلی پاکستانی هستند و اونا مخالف حضور نیروهای خارجی در این منطقه هستند و تنها نیستن، پشتیبانای دیگه هم دارن و شما میبینید که طالبان را علنا پشتیبانی میکنن. و به نظر ما اینا یک مذاکرات کاذبانه را پیش میبرن که هدف اصلیش دفع الوقت است تا اینا تا سال 2014 تحت فشار بیشتر نظامی آمریکا قرار نگیرن. و سال 2014 که از 98,000 نیروی که تن آمریکایی است تعداد کمی در اینجا باقی میمونه، در اون صورت اینا میتونن به یک پیروزی بسیار بزرگ دست پیدا کنن. و اگر این نیروها کاملا خارج شه، حالا با یک مذاکرات کاذبانه با یک طرفاندازی سیاسی، در اون صورت اینا با پیروزی کامل خودشان اطمینان دارن. اساسا سوال در اینجاست، یعنی معتصم آقا و طیب آقا را که شما اشاره میکنید تحت یک رهبری که مولا محمد عمر مجاهد باشه اداره میشه؟ کاملا. یکی از افراد، از چند نفری که بسیار نزدیک به آقای مولا عمر است، استاد مجدد میفهمند، آقای سید طیب آقا، معتصم آقا جان که مسئول مالی عمر طالباس و یکی از اشخاص بسیار نزدیک به مولا عمر است، مولا برادر که از چند باری گفتن گرفتیم رها کردن در حالی که رهاست، اینا اشخاص نزدیکترین اشخاص به خود مولا عمر هستند و میبینیم که از دستای مختلف، کسی با حکومت افغانستان و کسی با آمریکا و کسی هم با کشورهای دیگه، به عنوان مذاکره اینا صحبت میکنن در حالی که هدف دفع الوقت. خانم رضایی، مجلس نمایندگان افغانستان در مجموع بان که بیشتر اشاره میشه به این که مجلس در این گفتگوها در این معاملات سیاسی هیچ گونه نقش نداره، دیدش نسبت به مذاکرات صلح با طالبان چگونه است؟ معلوم دار که نماینده هایی که از آدرس پارلمان افغانستان در شورای عالی صلح حضور داشته در مباحث دیگه مربوط به صلح، به عنوان افراد و اشخاصی که به نمایندگی از پارلمان افغانستان رفته باشند نرفته، بلکه به عنوان افراد و اشخاص انفرادی رفتن که فقط میتونه دیدگاه خود و شاید مردم خود بیان کرده بتونن، ولی دیدگاه کل پارلمان افغانستان را به هیچ عنوان نمیتونه بیان کنه. گرچه شاید از آدرس رسمی پارلمان، هیئت اداری پارلمان صلاحیت داشته باشه که گپ بزنه، ولی برداشت من شخصا اینه که
در بحث مذاکره با طالبان نگرانی های را تعداد زیادی از وکلای مردم افغانستان داره. چیزی را که من قبلا مطرح کردم، برنامه های ناموفقی که در جریان ماه های گذشته و سال گذشته وجود داشته بوده، از یک طرف بحثی که پاکستان چقدر تعهد صادقانه در قبال تامین ثبات در افغانستان داره، از جانب دیگر نگرانی هایی بوده که همواره در درون مجلس نمایندگان از آدرس تعداد از وکلا همواره مطرح شده. اما برداشت من در ارتباط موضوعیه که پاکستان و طالبان هر دو در صدد این است که تا سال 2014 یک جنگ فرسایشی را در افغانستان داشته باشه و در عین زمان امتیاز تحت عنوان امتیاز صلح را یا مذاکره را هم داشته باشه. شما ببینیم که طالبان در جریان ماهای گذشته تلاش به این بوده که زندانی ها رها شوند، نام افراد و اشخاص طالبان از لیست سیاه سازمان ملل حذف شوند، این باج ها و امتیاز هایی که طالبان تانسته بگیره و در عین زمان مسائل پولی و مالی که بعضا مطرح شده و بعضا حتی از دولت افغانستان باج گرفته شده، اینا موضوعاتی که طالبان با استفاده از شرایط تحت عنوان مذاکره و مصالحه تانسته از دولت و جامعه جهانی امتیاز بگیره. ولی در عین زمان اجازه دهید اشاره کنم، زمانی که چنین موارد اشاره میشه، آقای ریگستونی هم اشاره کردن که ترفند بیش نیست و بیشتر بر ای هستن تا پس از سال 2014 آقای مجده هم اشاره کردن تا این نظام را براندازن. فکر میکنید آمریکایی ها در مجموع غرب و حکومت افغانستان چنین چیزی را نمیدونن؟ آمریکایی ها میدونن و دولت افغانستان هم باید بدونه. من در این باور هستم که چیزی که مشکل بوده ایه که با یک سیاست، چیزی را که من قبلا یادآوری کردم، با یک سیاست خوشبینانه اینا بحث مذاکره با طالبان را و مشکل معضل افغانستان را بسیار ساده در گروه کوچک تحت عنوان طالبان افغانی قلمداد کرده و این باعث ازی شده که مذاکرات را به می سطح پیش ببره. اصلا چیزی که مهمه ایه که جامعه جهانی، یکی از اشتباهاتی که جامعه جهانی و دولت افغانستان در مجموع داره ایه که با یک دید بسیار واضح نمیخوایم واقعیت‌های موجود افغانستان را میخواد چشم پوشی کنه و به یک شکلی تلاش به ایه که از واقعیت‌های موجود در افغانستان را نادیده بگیره. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مثل که من قبلا یادآوری کردم، پاکستان شاید در شرایط فعلی باید در 10 سال گذشته به این نتیجه رسیده باشه و شاید در این نتیجه رسیده باشه که طالبان در جریان 10 سال گذشته آنچنانی که باید نفوذ اجتماعی بین مردم افغانستان می داشتن کسب نتانستن و آنچنانی که از لحاظ نیروی نظامی برای دولت افغانستان در قدمه های نزدیک به براندازی نظام افغانستان را برمی داشتن، این قدم ها را هم طالبان برداشته نتانست، بنابراین یک نوع شکست در این رابطه احساس میشه. از این جهت اینا تلاش ایه که تا سال 2014 جنگ فرسایشی داشته باشه داخل افغانستان و با این جنگ فرسایشی عملا زمینه ساز ایجاد یک حکومت طالبانی بعد از سال 2014 باشه. خانم رضایی، زمانی که شما اشاره میکنن که آمریکایی ها در مجموع غرب و بیشتر هم حکومت افغانستان نسبت به این میدانند که این مذاکرات ترفند است از سوی طالبان، پس چرا میخواین این راه ناکجا آباد را ادامه بدن؟ با فکر کنم به خاطر از اینکه راه کم هزینه تر اینا میخواهی داشته باشه. شاید هزینه ای که جامعه جهانی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بکنه بحث نقش پاکستان در بحران سازی در افغانستان و شاید منجر شوه به ایجاد و وضع نمودن تحریم ها بر علیه پاکستان، این راه کم هزینه تر میابه که با این راه کم هزینه تر اگر توافقات صورت بگیره و به یک شکل زمینه سازی شوه که قناعت نسبی فراهم شوه، یک صلح نسبی به عنوان یک دوای مسکن در افغانستان به وجود بیاید، این کم هزینه تر از اینه که تا سرحد شورای امنیت سازمان ملل و تا سرحد وضع تحریم بر علیه بعضی از کشورهای منطقه پیش بره. اما دولت افغانستان چرا خوشبینه ده به سیاست و میخواد پیش بره؟ دولت افغانستان ما فکر کنم در جریان چند سال گذشته اشتباه اساسیش در پروسه صلح ای بوده که با یک دید بسیار خوشبینانه وارد شده، هم در قسمت بعضی از کشورهای همسایه و هم در قبال طالبان. سپاس آقای مجده. خانم رضایی هم بیشتر از پاکستان یاد کردن و شما هم مطمئنن میفهمید نسبت به چگونگی رابطه پاکستان با طالبان، فکر میکنید در معادلات اخیر جایگاه پاکستان در کجا است؟ ببینید، پاکستان به تدریج همون کنترلی را که بر طالبان داشته بود از دست میده و این را آمریکایی‌ها احساس کردن. وقتی که طالبان حاضر میشن که برن در قطر و در اونجا مذاکره بکنن، مذاکره صلح نشده با پاکستان، صلح نه به هر شکلی که باشه، وقتی که اینا حاضر میتونن که خارج از نفوذ پاکستان به یک جای دیگه برن و آمریکایی‌ها مذاکره بکنن، این به این معنا هست که دیگه او انحصاری را که طالبان که پاکستان بر طالبان داشت و در حال تضعیف شدن است. در اینجا بازیگرای دیگه در صحنه داخل میشن. شما اطلاع دارین که در تهران در ایران هم یک دفتر داره طالبان و این دفتر البته به صورت غیر رسمی است، اما ایرانی ها پنهان نمی کنن، ایران پنهان نکردن. و همچنان حالی که صحبت از قطر است، این به این معنا است که
طالبان دیگه حال مبادر شدن به یک نیرویی که او را جامعه جهانی هم نمیتونه نادیده بگیره. به هر حال یک نیرویی هست در افغانستان که جنگیدن و توانستن که همونطوری که جناب آقای ریگستانی گفتن لااقل اگر شکست ندادن لااقل این نیروهای بزرگترین نیروی نظامی دنیا را در افغانستان زمینگیر ساختن. این جنگ جنگ چریکی بوده و این جنگ چریکی یکی از خطرناک‌ترین انواع جنگ‌هایی است که میتونه یک نیروی بسیار بزرگ به چالش بکشه. اما در رابطه با اینکه خانم رضایی فرمودن که طالبان نتونستن در میان مردم نفوذ بکنن، باید گفت که متاسفانه این جنگ‌ها باز هم تقریبا شکل جنگ‌های قومی را به خود گرفته و این معنا که یک گروه قومی که بزرگ در افغانستان از این حرکت طالبان حمایت کردند تا کنون و در غیر از او ما در هیچ جنگ چریکی بیاد نداریم که وقتی که حمایت مردمی از یک گروه نباشه اونا بتونن که لااقل با حکومت خود اونا بجنگن، چی رسه به اینکه با بزرگترین نیروی نظامی دنیا بجنگن. و همچنان اگر ما این رو باورم بکنیم که پاکستان واقعا تمام این کارها رو پاکستان کرده، بازم اینجا یک سوال پیدا میشه که آیا پاکستان بالاتر از ناتو است؟ آیا قدرت بالاتر از ناتو است که با کمک مخفیانه خود تانسته قدر یک کار بزرگ در افغانستان انجام بده؟ بله. آقای مجده، فکر میکنید که با توجه به تحولات اخیری که در چگونگی مذاکراتی که شما هم بیشتر باورمند به این هستین که گفتگوهایی که بوده یا تماسهایی که بوده بیشتر بر تبادله اسرا بوده است، نقش پاکستان کاهش یافته؟ پاکستانی ها بردمی بسیار زرنگه. من یاد دارم که زمانی که برژنف سال ده سال پیش زمانی که برژنف مرد، در همون زمان جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور وقت پاکستان سفری به مسکو داشت و وقتی که برگشت از مراسم خاکسپاری برژنف، وقتی که برگشت رهبران مجاهدین خواست و برشان گفت که اتحاد شوروی در حال شکست است در افغانستان و ما میره احساس کردیم. یک بار دیگه من فکر میکنم که پاکستانی ها میره احساس کردن که امریکا در حال شکست است، وگرنه اونا این رقم موقف نمی گرفتن. اونا بسیار با زرنگی جریانات تعقیب میکنن و احساس کردن که امریکا دیگه توان ماندن نداره. از سبب اینا با این موضع‌گیری هایشان در حقیقت حالتی را به وجود آوردن که دیگه ما پروای امریکا را نداریم، چون میدانن که بالاخره. بله. آقای ریگستانی، آقای مجده بیشتر اشاره به این داشتن که حالا طالبان از یک جهت یک گروه جنگجو هستند و از طرف دیگر میشه به عنوان یک گروه سیاسی شناخت و بیشتر جایگاه مردمی را هم داره. به باور آقای مجده زمانی که جایگاه مردمی نداشته باشه نمیتونه با بزرگترین قدرت دنیا بجنگه. دید شما چگونه است؟ دیگه شک نیست که نیروهای بین المللی بیش از 130 هزار نیروی خارجی همراه با نیروهای افغانستان موفق نشدن که طالبان را شکست بدن، چون هدف اصلی حضور نیروها در افغانستان بود و هدف اصلیشان از سال 2001 بود که اعلان کردن که ما می‌خوایم طالبان را شکست بدیم. البته اهداف دیگر مثل به وجود آمدن حکومت دموکراتیک، انکشاف، توسعه چیزان بود، اما هدف اصلی تامین امنیت بر مردم افغانستان و شکست دادن طالبان بود. خب به هدف اونا نایل نشدن و سال 2014 خودشون اعلان کردن که خارج میشیم. دقیق کدام شک نیست. چرا نشدن موفق؟ چون نتونستن طالبان رو شکست بدن. یعنی طالبان جایگاه مردمی داشتن با باور آقای مجده؟ دقیق شک نیست که طالبان در ساحاتی که اونجا نفوذ دارن، البته بحث محبوبیت یک چیز است، نفوذ چیز دیگر است. من باور نمیکنم که طالبان محبوبیت داشته باشن، چون روشی که طالبان دارن بسیار خشن است، بی‌رحمانه است و من فکر نمیکنم که یک فرد عادی، یک انسان عادی ایره بپذیره. اما در یه شک نیست که اونا در مناطقی که عملیات میکنن دارای نفوذ هستن و از این مناطق به همیشه به ایسی سنگر و پایگاه در یک سایه وسیع افغانستان از جنوب تا شمال اینا علیه نیروهای بین المللی استفاده کردن و جنگیدن و فعلا شکست نخوردن. ما شما حضور طالبان را از کابل تا هر جای دیگه میبینیم و بسیار با فاصله نزدیک از امروز از کابل طالبان سایهشان در شب کاملا و در روز قسما وجود داره. من میخوام این یک نکته دیگه بگم در مورد پاکستان است که حامی اصلی طالب هستند. شما ببینید در مورد قضیه افغانستان تمام جهان به یک طرف روان است و اما میفهمیم که پاکستان به طرف دیگه روان است و شما ببینید که پاکستان در برابر فشار بین المللی در رابطه با قضیه افغانستان رای خودش میره. در حقیقت جنرال های پاکستانی مردم مثال لجوج و تکراو هستند و تا امروز به این تکراری و لجاجت ادامه دادن. بله. و امروز اینا خود به آستانه پیروزی نزدیک میبینن. سپاس. بیننده کنکاش از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز است. به عنوان آخرین پرسش از میمونان برنامه کنونی، با توجه به گفته های در مورد چگونگی دید کلی طالبان برای براندازی حکومت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پس این گفتگوهای سال و این روند را که بیشتر آمریکایی ها و حکومت افغانستان مطرح میکنند، افغانستان را به کجا خواهد برد؟ آقای مجده، ما فکر میکنم که ایالات متحده امریکا تجربه فراموشی افغانستان در دهه 90 میلادی داره و
باور من این است که مذاکراتی را که اینا به صورت جدید دنبالش هستند و حتی خانم کلینتون در سفری که به پاکستان داشت گفت که حاضر است حتی با گروه یقانی مذاکره بکنه، در حالی که قبلا گروه یقانی را یک گروه تروریست هم خوانده بودند و با توجه به اینکه نام بعضی از رهبرای طالبان را از لیست بیرون کردند و گفتند که طالبای افغان از طالبان پاکستانی جدا هستند، مسائل از این قبیل که آمریکایی‌ها زمین سازی کردند، به نظر می رسد که در آینده افغانستان بعد از سال 2014 طالبان به عنوان یک قوت از طرف آمریکا پذیرفته شدند. ما با این باور نیستم که اونا تا سال 2014 بتونن طالبان را شکست بدن. این را قبول کردن اونا، منتها بحث در این است که آیا نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 به صورت کامل خارج میشن یا نه. این موضوع بسیار مهمی هست که هنوز مشخص نیست. بله، سوال در اینجاست که اگر خروج هم شوند طالبان در پای براندازی نظام هستند و اگر خروج نشوند هم جنگ همچنان ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم که آمریکایی ها مجبور هستند که قبل از خروج در افغانستان یک حکومت را بیارن که در او طالبا باشن، اما طالبا دست بالا را داشته باشن. خانم رضایی میشه کوتاه اشاره بکنه؟ ما به باور هستم که در ارتباطی که پیامد مذاکره به کجا خواهد رسید، اگر وضعیت به شکل فعلی ادامه داشته باشه بدون اینکه از آدرس طالبا یا برام طالبا کسای اعلان آمادگی داشته باشه در ارتباط پروسه مذاکره و صلح یک طرفه همچنان ادامه داشته باشه و باج پردازی های یک طرفه باعث قوت بخشیدن هر چی بیشتر طالبا شوه، به می میزان پروسه صلح در افغانستان ناکام خواهد بود. تا وقتی که مسائل در افغانستان بسیار روشن نباشه و تا وقتی که تعریف روشن از بحث مذاکره و تا وقتی که تعریف روشن از طرف مذاکره نباشه، پیامد مذاکره همچنان بی نتیجه است. پس این وضعیت افغانستان رو به کجا خواهد برد؟ به نظر من نیروهای بین‌المللی در افغانستان بعد از سال 2014 باقی میمونن، چون نتونستن طالبان رو شکست بدن. حال استراتژیشون نیست که از پیروزی کامل طالبان جلوگیری کنن و او حالت است که بنبست و مذاکره مطرح میشه. فراموش نکنید که در زمانی که هیچ آمریکا با طالبان در حال جنگ نبود، اونا در نیویورک نمایندگی داشتن، اما هیچ تغییری در فکر طالبان نیامد. بله، سپاس. با سپاس زور مهمانانمان آقایان وحید مژده، آگاه امور سیاسی، سالم محمد ریگستانی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، خانم شاگل رضایی عضو مجلس نمایندگان افغانستان، با سپاس شما که تا حال بیننده کنکاش از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز بودید. شما می توانید همچنان این برنامه را در طلوع نیوز.com صفحه کنکاش نیز بیننده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.